سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران همراه ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای جوادی، به بهانه انتخابات امروز تونس، کشوری که بهار عربی از آن آغاز شد، بفرمایید آیا بهار عربی توانست فساد و دیکتاتوری را از بین ببرد و یا پس از آن شاهد بازتولید و حتی تشدید این مشکلات در کشورهای عربی بوده ایم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما جناب آقای محمدی و بینندگان عزیز و همکاران محترم این بخش خبری. همونطور که تو گزارش همکاران هم دیدیم، با اشاره به مشارکت حداقلی انتخابات تونس، باید عرض کنم که این نتیجه همون قیامیه که معروف به انقلاب یاس تونس شد، که در مستحضری در انتهای سال 2010 با یه مقاومت مدنی و کارزار فشرده 28 روزه در 14 ژانویه 2001 به سقوط زین العابدین بن علی منجر شد که 21 سال حکومت و دیکتاتوری داشتن. این حرکت شروع سلسله قیام‌هایی با مدیریت دولت‌های خارجی به نام بهار عربی معروف شد که با گسترش به کشورهایی مثل مصر و لیبی و سوریه که در سوریه مقدمه جنگ‌های داعش شد، در که این حرکت‌ها رو توضیح خواهم داد. اما در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس موفقیتی به دست نیاورد. شاید بتوان از دلایل آن رفاه نسبی و مواردی از قبیل افزایش کمک‌های نقدی دولت و یارانه‌ها و سیاست استقرار پایه‌های قوی حکومت دونست. اما در کشورهایی مثل تونس و لیبی و مصر و امثال اونها به دلیل شدت فقر و بیکاری و تبعیض و استقرار نظام فاسد و مستبد و مراتب بدتر بود، که مثلا در لیبی مردم افسوس خدمات و یارانه های زمان قذافی رو می‌خورند. نکته مهم اینه که اکثر کشورهای عربی که نظام پادشاهی و مستقر داشتن، بهار عربی مثمر ثمر نشد. اما کشورهای عربی دارای نظام به ظاهر دموکراتیزه و دارای انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات‌ها، عرض کردم به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی و عدم استقرار مقدمات اولیه نظام دموکراتیک یا مردم سالار و عدم وجود سیستم مدیریت و اقتصاد سالم، موجب عدم توسعه کسب و کار و عدم رونق اقتصادی شد و شروع جنگ ها و کشتارهای داخلی رو به دنبال داشت. بله. و شاید به دلایلی که عرض کردم و خب نمونش هم در تونس الان ببینیم با مشارکت حداقل 11%، شاید بهار عربی رو در برخی از این کشورها که از این قبیل هستن بشه به خزان عربی با نتایج تقریبا هیچ و یا اینکه دیکتاتوری تشدید شده که منجر به کشتار مردم و بیگناهان و اتلاف وقت و سرمایه ملی شد دونست. بله. و شاید هم موجب پشیمانی مردم از این بهار عربی باشه. بله. امیدوارم که منظور رو بتونم رسونده باشم خدمت. ممنونم از شما. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.